خوش آمدید به یک خبر فوری که همین اکنون از ولایت جوزجان به دسترس ما قرار گرفت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. توجه نمایید به خبر فوری که از ولایت جوزجان به دسترس ما قرار گرفت. جلالت مآب محترم الحاج مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و معاون پیشین ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، شب گذشته با اعضای کمیسیون برگزاری مراسم تفویض رتبه مارشالی که بر ریاست محترم دکتر عنایت الله بابر فرهمند، معاون اول ریاست شورای عالی مصالحه ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به جوزجان حضور رسانیدند، دیدار و ملاقات به عمل آورده است. و این در حال است که طالبان دو بزرگ قومی در ولایت جوزجان را ربودند. مقام های محلی میگویند که گروه طالبان دو بزرگ قومی را از ولسوالی قرقین ولایت جوزجان ربودند. با گزارش سپوتنیک، محمد سخی سرپرست ولسوالی قرقین ولایت جوزجان به سلام وطندار میگوید دو بزرگ قومی پس از کنار زدن یک مولوی منصوب به گروه طالبان که در یکی از مساجد این ولسوالی امامت میکرد ربوده شدند. با گفته سرپرست ولسوالی قرقین، این دو بزرگ قومی باشندگان روستای خانتپه این ولسوالی هستند، اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان ربوده شدن دو بزرگ قومی را از سوی افراد این گروه رد می کند. این در حال است که عبدالله فهرست نامزد وزیرانش را به ارگ ریاست جمهوری فرستاده است. یک منبع نزدیک به دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته است که فهرست نامزد وزیران سپیدار و ارگ ریاست جمهوری سپرده شده است. با گزارش سپوتنیک، به نقل از خبرگزاری آوا، یک منبع نزدیک به رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته است که فهرست نامزدان سپیدار روز گذشته به ریاست جمهوری سپرده شده است. بر اساس این گزارش، در این فهرست مسعود اندرابی به عنوان نامزد وزیر وزارت امور داخله، فضل احمد معنوی به عنوان نامزد وزیر وزارت امور عدلیه، انوارالحق احدی به عنوان نامزد وزیر وزارت زراعت، نوررحمان اخلاقی به عنوان نامزد وزیر وزارت مهاجرین، محب الله صمیم به عنوان نامزد وزیر وزارت اقوام و قبایل، مصطفی مستور به عنوان نامزد وزیر وزارت صلح، معصومه خاوری نامزد وزیر وزارت مخابرات، نثار احمد غوریانی به عنوان نامزد وزیر وزارت تجارت، سعادت منصور نادری به عنوان نامزد وزیر وزارت اقتصاد، بشیر احمد تینج به عنوان نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی، کنشکات ترکستانی به عنوان نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی، عباس بصیر نامزد وزیر وزارت ترانسپورت، نجیب آقا فهیم نامزد وزیر دولت در امور شهدا و معلولین و عزیز الله آریانفر به عنوان ریاست اصلاحات اداری برگ ریاست جمهوری معرفی شده است. فضل احمد معنوی، یکی از نزدیکان دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، روز گذشته گفته بود که در معرفی فهرست نامزد وزیران پیشنهادی مشکل جدی وجود ندارد. این در حال است که صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری چند روز قبل گفته بود که تا کنون فهرست نامزد وزیران مورد نظر قصر سپیدار به ریاست جمهوری نرسیده است. از همین رو معرفی اعضای کابینه به تأخیر افتاده است. در همین حال تولونیز در یک خبرنامه می نویسد اختلاف ها درباره رهایی 592 زندانی طالب حل شدند. تاکنون 4019 زندانی طالب از زندان های حکومت رها شدند و طالبان همچنان 737
زندانی حکومت را از بند رها ساختند. یک منبع میگوید که بجای 592 زندانی طالب که درباره رهایی آنان اختلاف وجود داشت، قرار است 592 زندانی دیگر بر بنیاد یک فهرست تازه گروه طالبان از زندان ها رها شوند. تا کنون 4019 زندانی طالب از زندان های حکومت رها شدند و طالبان نیز 737 زندانی حکومت را از بند رها ساختند. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که قرار است شماری از زندانیان طالبان که به جرم های جنایی بازداشت شدند رها نشوند. بر بنیاد توافقنامه صلح آمریکا با طالبان قرار است حکومت 5000 زندانی طالبان را آزاد سازد و طالبان هم بیش از 1000 زندانی نیروهای دولتی را رها سازد. طالبان گفتند که تا زمانی که 5000 زندانی آنان رها نشوند، آنان گفتگوهای صلح را آغاز نخواهند کرد. روز گذشته اعضای هیئت گفتگو کننده صلح گفتند که این هیئت آماده گفتگوها با طالبان است، اما تا کنون زمان آغاز این گفتگوها مشخص نشده است. اعضای این هیئت تاکید دارند که برای آغاز این گفتگوها نیاز است تا سطح خشونت ها پایین بیاید و اعتماد لازم ایجاد شود. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.